به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، مال مردم خوران، ملایان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، فکولیا و سرداران سپاه، از آیت الله و رهبر و عظما و کبرا و صغرا و از همه اینا امام گنده ها گرفته تا اون شیخ چلغوز طلبه 15 ساله که الان داره دوران کارآموزی مال زمان بچگی رهبر رو میگذرونه در دالانهای فیضیه ها، مدارس. اینا از اون دالون رد میشن، بعد میان آیت الله میشن، بعد برای شماها یک کتاب مینویسن از کمر به پایین، 500 صفحه از کمر به پایین، چون دین اسلام دین کمر به بالا نیست، عقل، خرد، کتاب اینا توش نیست. حیز و نفاس و جماع و با شطور چی نورده بوم میخواد، با شیر باید دهنه بهش بزنی، همش از این حرفاست. اگه به گوسفند تجاوز کردی برو ده بالایی بفروش بیا. اینا دین اسلامه، یعنی دین شیعه است، یعنی مذهب شیعه، همینی که تحفه‌ای که شماها دارید و حرفم بهتون بزنن، یا تنها چیزی که بلدین چون کمر به پایینیم پایین تنتون میاد تو دهنتون شروع میکنین قرد دادنش. دین شیعه، مذهب شیعه یعنی این، مذهب شیعه یعنی وای حسین کشته شد، وای علی کشته شد، الله الله کیه، قرآن چیه، حرفا چیه، بریم تعزیه، بریم سینه زنی. ما مذهبمون شیعه است، ما قرآن قبول نداریم که، ما آخوند رو قبول داریم. آخوند کارش چیه؟ دزدی، از بالا تا پایین دزد، دزدی الهی، چون الله به این دزدا اجازه داده که این دزدا هر نوعی دلشون میخواد، مثلا 3 تا طبیله درست کنن به اسم خبرگان و تشخیص و شوروا. این طبیله ها میرن توش عرعر میکنن، با هم دیگه قانون گذاری میکنن. شعر معروف میگفت بر سر منبر چو میگردند عرعر میکنن. حالا اینا همه کرسی پیدا کردن و عرعر کردنشون زیاد شد. حکم بر مردم کنندی، احتراز از فعل بد. وقتی دلشون میخواد بی سبب پیغمبران را یار کافر میکنند. چرا؟ شنونده دارن، باورمند دارن. امروز بحث من سر این باور و باورمندیه. حالا اینها با اجازه الله آسمونی دزدی میکنن، با اجازه الله زیرزمینی مال تو رو میچاپن و میخورن. تو هم خیالت راحته که اون دنیا میبرنت حوری خونه، هرچی اینا سوارت میشن اون دنیا میبرنت حوری خونه. گرفتاری که داری از مردن میترسی که بعد مردن قبر چجوری بهت فشار بیاره. فشار اول قبر تو میدونی چیه؟ نه نمیدونی. پولاتو بده به من تا من بهت بگم چیه. نکیر و منکر میشناسی؟ نه نمیشناسم. به پولاتو من بده من بهت میگم چی. اختراعات میکنن،
یه نکیر درست میکنم واسه یه منکر. قبرم بهت فشار میاره، یه ملائکه میذارن سر این شونت، یه ملائکه میذارن سر این شونت. اینا مینویسه روز حساب که سوره اسرافیل فوت کرد تو شاخش، تو میمیری دوباره فوت میکنه تو شاخش، تو زنده میشی، بلند میشی پرسوم پرسوم میری خونه کلسوم، میری دم پشت بیلیون ها آدم وای میسی تا نوبتت برسه. آفتابم اومده نزدیک میزنه تو سرت، پدر صاحب بچه رو در میاره. اما اگه پولاتو بدی به آخونده، آخونده واسه روزه بخونه، قلیوم بکشی اونجایی که میگه امام حسین پخ 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 سرش از اینجا تا اینجا بریدن، اون وقت اون زمان یه ابر میاد بالا سرت وای میسه، تو میمیری اگه دروغ بگم. درد من آخون نیست، درد من باورمند نفهمه. درد من این نیست که تو چه دینی داری، درد من اینه که تو برو دین رو بخون بعد داشته باش. چون من دینی ندارم واسه تو بیارم سوغات، که به تو هم نمیگم دین نداشته باش، میگم بفهم. نمیخوای بفهمی نفهم، برو پولاتو بده با آخوند، فوشاتو بده به من. وقتی کسی نفهمید نمیفهمه، کارش نمیشه کرد. یه الله میبرن اون بالا، یه الله میبرن تای چاه، صبح به صبح میرن تای چاه، صبحونهشونو میخورن میان بیرون میگن امام زمان امضا کرده واسد. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی به خصوص اگه مجاهد خلق باشی، با هر باور مذهبی به خصوص اگر شیعه اثناعشری باش، و با هر گویش، فرق نمی کنه چه گویشی داشته باش. به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بچه ها هر کجای دنیا به دنیا میان، بین 4 سالگی تا 12 سالگیشون فرم میگیرن. به این دلیلی که بچه‌ای که فرض کنید در اصفهان به دنیا میاد لهجه اصفهانی داره، اونی که در شیراز به دنیا میاد لهجه شیرازی داره. کسی به اینا نگفته این لهجه ها رو داشته باش، اینا از محیطشون این فرم رو میگیرن. اگر در تبریز به دنیا بیاد اول زبانش ترکیه، بعد فارسی رو با لهجه یاد میگیره. اگر در کردستان به دنیا بیاد اول زبانش کردیه، بعد لهجه رو فارسی رو با لهجه یاد میگیره. همینجور در لرستان، در بلوچستان فرم گرفتن بچه، این خیلی قابل قبوله. یعنی دیگه احتیاج نداره بری پروفسور دانشگاه بشینه بفهمی. بین 8 تا 12 سالگی این چیزا بهش تلقین میشه. این لهجه هایی که بهش تلقین میکنن، دینش هم بهش تلقین میکنن. یعنی اونی که زرتشتیه بچه یاد میگیره که زرتشتی یعنی چی، 13 سالش شد ستره بندی کنه، اون گرفتاریا و نمیدونم اون بساطای دینی و مذهبیشو اجرا کنه، مسلمون باشه 15 سال یا 16 سالش که شد، یهودی باشه بر میتسا و بر میتسوها براش میگیرن، مسیحی باشه. یه راه دیگه همینجوری اینها رو پرورش میدن، بدون اینکه این بچه‌ای که به دنیا آمده از همه جا بیخبره. یک پدر و مادری جنایت کردن بچه به دنیا آوردن، یا سباب کردن بچه به دنیا آوردن، این رو همون جوری که خودشون دلشون میخواد یادش میدن، میگن همین کار رو باید بکنی، هر کاری دیگه بکنی غیر از این بی خوده.
این فرم میگیره میاد بالا، حالا میشه 30 سالش. یکی میاد میگه آقای یهودی، این حرفایی که تو تورات نوشته شده اینا با عقل جور در نمیاد. چجوری بوده که اون زمانها چوبو مینداختن مار میشده، حالا چوبو مینزن مار نمیشه؟ چوبو میزدن به دریا دو تیکه میشده، حالا نمیشه؟ 40 سال تو بیابون راه میرفتن من میخوردن. موسی به چیزهای به امتش میگه 40 سال شماها نه لباساتون کهنه شد نه کفشتون خراب شد. ولتر میگه آخه چطور هم چیزی ممکنه؟ چجوری شده دنیا یه جوری دیگه گشته؟ ولی او باورش اینه، میگه کتاب آسمانی نوشته. کارش هم نمیتونی بکنی. چرا؟ این تقصیر نداره، این یاد گرفته اینجوری اومده بالا. زرتشتی کار خودشو یاد گرفته اومده بالا، بهایی کار خودشو یاد گرفته اومده بالا، شیعه اثناعشری یاد گرفته که از بچگی باباش اومده تو سرش قمه زده، تو سر بچه هم زده، این فکر کرده یه نوع اسباب بازیه، دیده همه سینه میزنن اینم رفته سینه زده، منم اینجوری بودم. همونجوری که لهجه رو یاد میگیری، همونجوری که زبون رو یاد میگیری، شما اگر تو نیویورک به دنیا بیای لهجت نیویورکره، اگه تو تگزاس به دنیا بیاد لهجت تگزاسیه. این در تمام دنیا حاکمه. تو وارث یک چیزهایی هستی از محیطت و از پدر و مادرت که خودت تصمیم نگرفتی این کارا رو بکنی، اما روی این تعصب پیدا میکنی. فرق نمیکنه دکتر باشی، مهندس باشی، استاد دانشگاه باشی، هر جا بری تا به اون مسائلی که میرسه که عقلت نمیرسه کوتا میای، حرف نمیزنی، میگی ما راجع به این موضوع کاری نداریم، خدا میدونه. خدا کیه؟ یا آقای فکر کنم زرتشتی بودن، برای من 7-8 صفحه نوشته که خدای آریایی اینجوریه، خدای سامی اینجوریه، خدای چینی اینجوریه. خدا اختراعی، فرق نمیکنه. قربونت برم، من نمیگم شما دین زرتشت رو قبول نکن، آیین زرتشتی نداشته باش، اما این اختراع مقاس، برو نامه های تنسه رو بخون، برو ببین در زمان ساسانیان اینها چند بار رفتن در عربستان قتل عام کردن برای دین زرتشتی، همون کاری که عرب ها با ایرانی ها کردند. دین تعصبی، دین زور، دین بدیه. هیچ کسی راجع به معنویت چیزی نمیگه. میدونی چرا؟ برای اینکه معنویت شمشیر هیچ وقت دستش نیامد. همه میگن عیسی آدم خوبیه، برای اینکه عیسی شمشیر دستش نیامد. بازماندگانش که شمشیر دستشون اومد دیدین چی کار کردن. تعصب، اعتقاد، ایمان کور میکنه انسان رو، انسان واقعیت رو نمیتونه ببینه. من وقتی راجع به ادیان حرف میزنم یا مثلا گرفتاریای اسلام رو میگم، مردم فکر میکنن حالا که من اسلام رو میگم مال اونا از این بهتره. نه، هیچ فرقی نمیکنه. خرافات هر دینی به درد نمیخوره. این آقا یه مقداری مطالعات داره، به من میگه برو گاتها رو توی اوستا بخون. نمیدونه اوستا از کجا به وجود اومده، نمیدونه اوستا مال زرتشت نیست.
همونی رو که یاد گرفته میاد به من میگه. من احتیاج نداره گاتا ها رو توی اوستا بخونم. گاتا ها هستش، به طور مجزا میتونی بری بخونی. اگر میخوای آیین زرتشتی داشته باشی، 7 تا 8 کتاب همه رو باید بخونی. اعتقادم میخوای داشته باشی داشته باش، میخوای خرافات چه بذاری کنار، خوباشو نگهدار. اون گرفتاری خودته، گرفتاری من نیست. یا آقای میگه آقا شما که اینقدر میگین بهاییت فرق میکنه با همه. نه، اونم یه دینه، اونم یه کسی داره اون بالا. حالا اینا میگن السلام علیکم، اونا میگن الله ابها. اونم کتابشو به عربی نوشته، یه ایرانی رفته کتابشو به عربی نوشته. من ایرادی ندارم به این مسائل. شماها باورمندید، به همه تون احترام میذارم. حرف من این نیستش که اسلام بعد یهودیت خوبه، یهودیت بعد اون مسیحیت خوبه، یا زرتشتی خوبه، یا شینتو خوبه، یا بودایی خوبه، یا هر دین دیگه ای. من نیومدم چیزی رو قضاوت بکنم. زرتشت رو به عنوان یک معلم قبول دارم، نه یک پیامبر. اگر اسم پیامبر روی زرتشت بذاری، مرتبت زرتشت رو آوردی پایین. چون زرتشت از کسی پیام نگرفته، زرتشت بهش کسی نازل نشده، فدکسپرس براش آیه نیورده. زرتشت یه فکرهایی داشته گفته، نگفتم که حتما اینو قبول بکن. کویه ها مزاحم شدن، یه کویه بوده اونجا به نام گشتاسپ حمایتش کرده. قصه های بعدی شاهنامه اسطوره است همش. قصه هایی که درست کردن اینا قصه است. این همون قصه هایی که میبخشید، من چند روز مریضم و مریضی سختیه، ولی به هر صورت هر اتفاقی بیفته سعی میکنم برنامه رو قطع نکنم. از این بیدام نیستم که از این بادا بلرزم. از این برنامه ها زیاد دیدم و سر جام هستم قرص و محکم. اینم میگم برای کسایی که یهو ذوق نکنن من مریضم برنامه هم قطع میشه، من برنامه هم همیشه هست. تا نفسم در بیاد این برنامه هست. در کسانی که با من تماس میگیرن در مورد ادیان مختلف، یه فرقی هست بین شیعه ها یا مسلمون ها و اونای دیگه. اونای دیگه میان میخوان دلیل و برهان بیارن که دین و آیین اینا ببخشید یه خود آرومتر حرف میزنم. فکر نکنید هرس و جوش میخورم اینجوری میشه. من تارهای صوتی میخورده ناراحته، این که وقتی زیاد روش فشار میارم اینجوری میشه. حالا بعد از برنامه میرم یه چیز آب گرمی چیزی میخورم و حتما خوب میشه. زرتشتی که نامه مینویسه یهودی، توضیح میده. بعضی هاشون نقل دوری هم میکنن، بعضی هاشون میگن نه تو نمیفهمی، نمیخواد. یه وقتی من توراتو میخوندم روخونی میکردم، هرچی یهودی متعصب بود به من حمله کرد. بابا دارم توراتو روخونی میکنم، تو برو دنبال اسلام خودت، یهودیت مال ماست، کاری باش نداشته باش، ما میخوایم ببعی باش. مسیحی ها کمتر،
نصیحت میکنن عیسی مسیح اینجور بوده، عیسی مسیح بعد بهائی‌ها نامه مینویسن و به خصوص بهائی‌ها که الان خیلی زیر بار ظلمن در ایران، خیلی. حالا چرا یه مرتبه بند کردن به بهائی‌ها نمیدونم. شیعه ها اونایی که اعتراض دارن 90% پایین تنه ای هن، میارن تو دهنشون، 10% میخوان با دلیل و منطق و برهان بگن که اونی که تو قرآن نوشته درست نیست یا درست هست. یکشون مثلا میگفت این قرآن رو عوضی ترجمه کردن، سر خودشون کلا میذارن. یه خانمی هست میگه که این کتابایی که تو میخونی، این کتابا همه رو باید بریزی دور، فقط قرآن رو بخون. منم که به همه میگم اول همه قرآن رو بخونید. من اصلا پایه کارم اینه. از اون وقتی که با آقای قدرت الله بختیاری نژاد تو تلویزیون آزاد نشستم، گفتم قرآن رو به زبونی بخونید که بفهمید. همه حرفم اینه. به یهودی هم همینه میگم، میگم تورات رو به زبونی بخون که بفهم. به مسیحی هم همینه میگم، بقیه هم هر که هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه. ببینید تحریف قرآن، مسیحیت یه داستانی داره خودش، جریان روح القدس، پدر و پسر و قصه هایی که خودشون دارن، انجیل، کتاب مقدس. هر کجای دنیا باشید از کلیساها بخواین براتون میفرسن و این رو شما از قول 4 نویسنده انجیل میتونید بخونید که عیسی اصلا چجوری به دنیا آمده. قرآن میگه همه اونا بی خود میگن. من که تو عربستونم از همه اونا که نزدیکتر بودن به عیسی بهتر میفهمم. البته محمد نمیگه من میگم، میگه الله میگه. حالا الله بعضی وقتا همون پدر آسمانی میشه، اینجا میشه، بعضی وقتا نه. در سوره مریم از اولش براتون میخونم، کاف ه یا عین صاد، یعنی چی؟ یعنی هیچ. این یادی از لطف خداوند تو به بنده اش زکریاست، وقتی که خداوندش را پنهانی صدا زد. البته محمد که اینا رو نمیدونسته، الله میدونسته که اینا رو پنهانی صدا زده. گفت خداوندا استخوان من سوز شده و موی سرم از پیری سفید شده، خداوندا در کمک خواهی از تو محروم نبودم، من درباره بستگانم بعد از خودم میترسم و زن من نازاست، بنابراین از لطف خودت جانشینی به من بده که از من و خاندان یعقوب ارث ببرد و او را فردی پسندیده ساز. ندا داده شد که ای زکریا، یعنی اینجا راحت بی پرده، دیگه جبرئیل هم چیزی نیاورد، خود خدا با زکریا جواب سوال جواب کرد. با محمد هیچ وقت سوال جواب اینجوری نکرد و همیشه فد اکسپرس داشت، جبرئیل شیرجه میمده شیرجه میرفت. ولی اونجا تا این گفت، حالا این همه آدم تو دنیا خدا رو صدا میزنن، داره تو بدبختی میمیده، این حالا بچه میخواد و تا به خدا میگه خدا جوابشو میده. اب نداره، ما گوش میکنیم. ندا داده شده ای زکریا، مژده پسری که اسمش یحیاس را به تو میدهم و قبلا کسی به این نام نامیده نشده. برای اولین بار یه یحیی من به تو میدم. زکریا گفت خداوند را چگونه میتوانم پسری داشته باشم در صورتی که زنم نازاست و من پیر و ناتوانم. هر وقت پیغمبر میخواد به دنیا بیاد بعد معجزه بشه، معمولی که نمیتونه پیغمبر به دنیا بیاد. فرشته گفت همین طور است که میگویی. حالا اونجا خداوند ندا داده، حالا اینجا فرشته جواب میده.
خداوند تو گفت که این کار برای من آسان است، من قبلا تو را خلق کردم در صورتی که چیزی نبودی. فرشته کجا بود چیزی نبود اینا رو نمیگه، همین فرشته گفته. زکریا گفت خداوند نشانه ای برای من قرار بده. فرشته گفت نشانه تو این است که 3 روز در حالی که سالم هستی نمیتوانی با مردم حرف بزنی. پس از محراب خارج شد و پیش قوم خود رفت و با اشاره به آنها فهماند که صبح و شب به تسبیح خدا بپردازند. آیه بعدی میگه ای یحیی کتاب را با قوت بگیر، ما به او از کودکی حکمت دادیم، به فضل ما مهربان و پاک و پرهیزکار بود و با پدر و مادرش خوشرفتار بود و زورگو و سرکش نبود. سلام بر او روزی که متولد شد و روزی که مرد و روزی که زنده شود. در کتاب از مریم یاد کن وقتی که در مکانی شرقی از خانواده‌اش به کناری رفت، پرده‌ای بین خود و آنها قرار داد. ما روحمان را پیش او فرستادیم، پیش مریم. او برای مریم به شکل انسانی در آمد. مریم گفت اگر آدم با تقوایی هستی من از تو به خدا پناه میبرم. گفت من فرستاده خداوند تو هستم تا پسر پاکی به تو ببخشم. مریم گفت چطور من میتوانم پسری داشته باشم در صورتی که دست بشری به من نرسیده و آدم بدکاری نبودم. گفت همینطور است، خداوند تو گفت این کار برای من آسان است، برای اینکه او را آیتی برای مردم بسازیم و لطفی از ما باشد، این امری است قطعی و شدنی. پس مریم عیسی را حامل شد. تمام حساب و کتابای دنیا به هم ریخت که مریم عیسی را حامل بشه و به جای دوری رفت. درد زایمان او را پیش تنه درخت خرمایی برد. گفت کاش من قبلا مرده و فراموش شده بودم. از زیرش صدایی به او گفت که قصه نخور، خداوند تو زیر پایت چشمه‌ای قرار داده. تنه درخت را تکان بده تا خرمای تازه برای تو بریزد. بخور، بنوش و چشمت را روشن ساز. اگر کسی را دیدی بگو من روزه‌ای برای خدا نذر کرده ام. امروز هیچگاه با کسی حرف نمیزنم. مریم در حالی که بچه را در آغوش داشت او را پیش قومش آوردند، گفتند ای مریم کار زشتی کردی ای خواهر هارون. حالا اینجا اشتباه میکنه، برای اینکه هارون اصلا هیچ ربطی به اینجا نداره، منتها نمیدونسته گفته، بعدش هم نوشتن. اونایی هم که قرآن نوشتن نمیدونستن هارون کیه. یهو مریم شد خواهر هارون. مریم یهو با عمران موسی یهو خواهر میشه. اینقدر غلط ملت تو این کارا هست، ولی خدا میتونه اشتباه بکنه و بیان بگن به پدرت مرد مرد بدی نبود و مادرت هم بدکاره نبود. مریم به بچهش اشاره کرد، گفتند چگونه با کودکی که در گهواره از صحبت کنیم. عیسی گفت بچهه من بنده خدا هستم، خدا به من کتاب داده، مرا پیغمبر ساخته و هر جا باشم مرا با برکت ساخته و به من تا وقتی زنده ام سفارش نماز و زکات کرده است. زکات شماها باید بدین. و مرا نسبت به مادرم نیکوکار گردانده و مرا زورگو و بدرفتار نساخته. سلام من بر روزی که زاییده شدم و روزی که بمیرم و روزی که زنده شوم. این عیسی ابن مریم است، سخن راست و درستی است که در آن شک دارند. این اتفاقات همیشه اون قدیما میافتاده، این روزا از این اتفاقات نمیافته. میدونی چرا؟ برای اینکه میبرنش بیمارستان آزمایش میکنن، دی ان اش رو میگیرن. اون وقتا هر کی هر دروغی دلش میخواست میگفت، بعدش هم میگفت اون یاری که اون بالاست گفته. یکی بهش میگفت یهوه، یکی بهش میگفت پدر آسمانی، یکی بهش گفت الله. علنا دیدید زکریا تا با خدا حرف زد، خدا فقط نشسته بود اونجا جوابش داد. این محمد که هر گرفتاری داشت خدا جبرئیل صدا می کرد،
یه آیه بهش میداد میگو برو پایین کار حل کن بیا. اینا رو که میگی یارو 60 سالشه، 50 سالشه، 20 سالشه، 20 سال مزخرفات تو کلش فرو کردن، سخت براش باور کنه. چیکار میکنه؟ سواد بحث کردن نداره، شعور جواب دادن نداره، شروع میکنه فحش دادن. کار دیگه ای بلد نیست. من بهش میگم فکر کن او فحش میده، من بهش میگم بخون او فحش میده. میگه من نمیتونم بخونم، من نمیتونم بفهمم، فهمیدن سخته. من اگه بفهمم او وقت نمیتونم برم نوکری دوزه رو بکنم. دوزه به من پول میده من به تو فوش بدم، من با این دوزه شریکم، من چجوری به تو فوش ندم؟ وقتی به اکبر دوزه میگن اکبر دوزه، فوش نیست، صفت این رو باز گرفت. به خدمتون عرض کنم که این گرفتاری است که ما در مورد ادیان داریم. این ادیان خلاصه به اسلام نمیشه، در تمام ادیان این گرفتاری هست، در تمام ادیان این باور، این ایمان عیبهای خودشون رو نمیتونن ببینن. عیبهای بقیه رو میبینن ولی میگن ما تافته جدا بافته ایم، اونها بدن ما خوبیم. من همچی حرفی رو نمیزنم. من نمیگم، یه عده‌ای به من میگفتن ما میخوایم بریم مسیحی بشیم، گفتم اشتباه میکنید، اول برید نصیحت رو بخونید. صرفه بد جوری به جان ما افتاده. یک فیلمی یکی از دوستان برای من فرستاده بود به نام فیلم میکس هنرمندان، از تلویزیون ایران ضبط کرده بود و قسمت‌هایی از همه داشت، از من کمتر از همه داشت. یه تیکه‌ای که من امت همیشه در صحنه که میگن با اونو میگم، اونو فقط با رو گذاشته بود، و یه تیکم که من بارها و بارها یه دفعه دو دفعه نگفتم، گفتم من نه ادعای سواد دارم، نه ادعای فهم دارم، نه ادعای شعور دارم، من ادعای کتابخونی دارم. منتها اینها هیچ وقت دنبال این نیستم که اگر باورمند اسلام هستند و مدعی راستگویی هستند، 5 دقیقه از هر کجای برنامه منو 5 دقیقه بذارم اگه جرأت دارم. از اونهای دیگه انتقاد کرده بودن چرا از مردم پول میخوان، برای اینکه اینا پول دزدی ندارن. آقای شهرام فاضلی کارگردان اون فیلم یا هر اسم دیگه‌ای که داری، تو از دزدها حقوق میگیری، هر چی دلت میخواد بسازی بساز، چشکالی هم نداره. من ازت ممنونم برای اینکه تو میای منو معرفی میکنی به کسایی که منو نمیشناسن، چون برنامه های شما رو زیادتر از برنامه های ما میتونن ببینن، هر چقدر دلت میخواد از من بذار. اما اگر جرأت داری 5 دقیقه از حرف من بذار. اگر فرض کن آقای سور اسرافیل میگفتش که کمک کنید، یا اگر فلان، هر کسی از آقای فولادبند بیشتر از همه گذاشته بودن یه تیکه طولانی که آقای فولادبند معتقد بود که اگر تلویزیون‌های لس آنجلسی تعطیل کنند ظرف 1 هفته ایران آزاد میشه. عقیده آقای فولادبند من نه
چیزی بهش اضافه میکنم نه کم. البته اون هم پساوند و پیشاوند داشته، ولی خب اینا همون تیکه رو گرفتن و گذاشتن. از آقای میبودی خیلی تیکه تیکه گذاشته بودن، آب لیمون، زردالو و این چیزا در آورده بود. آره عزیزم، اینجا مردم، همین تلویزیون ها احتیاج دارند که مردم کمک کنند، چون پول دزدی ندارند. صدا و سیما مال مردم رو میدزده و به تو حقوق میده. من نمیگم کار نکن برای دزده، ولی بدون حقوقی که تو میگیری این کار رو انجام بدی، اون پول دزدیه. خب اگر پول دزدی دست اینا باشه، اینا احتیاج نداره از مردم پول بخوان. علت این که اینا از مردم پول میخوان، برای اینکه اینها یک سازمانی رو میخوان برونن، ولی این سازمان خرج داره، پول دزدی هم دستشون نیست. شما دزدی های مال تلویزیون های ایران رو وردار از توش، همشون تعطیل میشن. دو مورد دیگه‌ای که من باید براتون بگم دوستان عزیز، به خیام خیلی توجه کنید، کتابش رو بخونید، شعراش رو بخونید. خیام 1000 سال پیش حرفش رو زد. این حرفایی که من دارم میزنم دنباله حرفای خیامه. اگر این مسئله بهشت و جهنم رو، این داستانی رو که درست کردن، از توی دین ورداری، بعدش دیگه گرفتاری پیش نمیاد. اما در اسلام این بهشت و جهنم به صورتی ارائه شد که شما به محض اینکه در راه خدا داری آدم میکشی، کشته بشی، اگه آدم بکشی که بعد میری زن بچه اونو صاحب بشی، بهشتت همینجاست. به محض اینکه کشته بشی، با همین جسمت تو میری در اون دنیا. یه جایی هست که حوریا قطار وایسادن و تو همینجوری میتونی بگی ابنون شماره 1, 2, 3, 4 بیان تو، و روایات مختلفی هم درست کردن که هر مردی اونجا روزی 1000 تا دختر باکره رو باید به کارتشو برداره. خدا دستگاه حوریسازی داره، این 1000 تا رو میریزه توی زباهن، دوباره 1000 تا دیگه تعبیلت میده فردا صبح. این قصه هایی که درست کردن، گفتن که اگر آدم ها رو بری بکشی، گفته اگر بگی لا اله الا الله، محمد رسول الله، من و مقاد رو قبول داشته باشی، میری اونجا تو حوری خونه، اسمش بهشته، زیر پات. شما بیان فکر کنید که این بهشت چیه؟ جوی آب، جوی عسل و جوی شیره. این بهشت. و تا دلت بخواد حوری و قلمان، قلمان پسرهای، چون پسربازی خیلی در عربستان بوده، پسرهای 15 ساله که همیشه 15 سالن، اینا به تو شراب میدن بخوری. این ترفندی بوده که محمد اومده برای مردم گذاشته و گفته که اگر کشته شدی صاف میبرند اونجا. سوال جواب نداری، شب اول قبل نداری، فشار قبل نداری، نکیر منکر نداری، هیچی نداری، تا مردی صاف شوتت میکنن تو بهشت. عربم، عرب اون روز رو دارم میگم، شعوری نداشته. این براش یا گرسنگی بوده یا بیزنی بوده، حالا میاد حمله میکنه، اگر کشت زن بچه یارو رو برمیداره، همینجا بهشته، اگر کشته شد اونجا بهشته. پس بنابراین اگر بهشت و جهنم رو از این دین برداری، هیچی توش نمیمونه. اصلا روز اول کاری نمیتونست بکنه. همین امروز همه آخوندا که حرف میزنن، وعده بهشت و جهنمه که تو را هر جا میخوان میبرن.
تو پولایی که به اونا میدی برای اینکه بری به بهشت، تو جهنم کبابت نکنن. خیام 1000 سال پیش اومد جواب این حرفا رو داد، گفت ای آن که گرفتار 4 و 7ی و از 7 و 4 دائما در تفتی، میخور که 1000 بار بیشت گفتم، باز آمدنت نیست، چون رفتی رفتی. وقتی میاد خدا رو زیر سوال میبره، میگه جامیست که عقل آفرین میزندش، 100 بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. اونی که اون بالا نشسته چرا این همه جوونو میکشه؟ چرا این همه جوونو دور دنیا از بین میبره؟ چرا خفه خون گرفته هیچی نمیگه؟ این همه جوون میرن خودشونو به کشتن میدن. بچه‌ای که تو فلسطین به دنیا میاد از بچگی جز جنگ هیچی یاد نمیگیره. مادرش میفروشتش برای انتحاری، یه پولی میگیره زندگی میکنه. تقصیرش با کیه؟ کی این اشتباهات رو میکنه؟ گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود؟ ور نیک نیامد این صور عیب کراست؟ 1000 سال پیش اومد سوالاتو کرد، ما نفهمیدیم. ما هر کی اومد این حرفا رو بزنه کشتیمش. ما با شعور خداحافظی کرده بودیم. ببین عزیز دلم، 8000 اشتباه توی تورات ولتر گرفته. اون کسی که معتقده اون 8000 تا رو نمیبینه، حرفی که خاخامه میزنه میبینه. تمام این گرفتاری هایی که من میگم، این قرآن تو بخون ببین توش چی نوشته. این قرآن یه داستانی داره به نام داستان جن. ببینید با عقل کی درست در میاد این کار. اعراب دوره جاهلیت به جن و جادوگری که در کوها، در گره ها یا کوها افسون می دمیدن معتقد بودند و پیامبر اسلام بر آن اعتقاد ماند و سوره هم به نام جن نازل فرمود. در چندین سوره دیگر قرآن درباره جنیان گفتگو شده است که ترجمه آیات مربوطه را در فصل خود ملاحظه خواهید فرمود. گروهی از جن گفتند ما قرآنی شگفت دیدیم که ما بدان ایمان آوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگار نمی سازیم. گروهی از جنها صالحند و برخی جز آن، بعضی مسلمانند، بعضی از حق دور و در روز جزا خداوند می فرماید ای گروه جنیان، شما بسیاری از آدمیان را پیروان خیش ساختید. بر گروهی از جنیان و آدمیان پیامبرانی از خودشان فرستاده تا آیات خداوند را بر آنان بخواند و از روز قیامت آنان را بترساند. آدمی را از گل خشک شده‌ای چون سفال بیافرید و جن را از شعله‌ای بیدود. خب هر کی بخواد باور کنه باور کنه. جن هنوزم که هنوزه، به خود من گفتن شب میخوای آب بریزی، بگو بسم الله، چون جنا میرن، اگه نه آب میریزی رو جنا جن زده میشی. ببین اصلا کسی فکر نمی کنه، فقط باور میکنه. برای خداوند شریکانی از جن قرار دادند و حالان که جن را خدا آفریده.
جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده ایم، از آنها رزقی نمیخواهیم و نمیخواهیم که مرا اطعام کنند. مسیح خداوند قضا میخوره. بگو به پروردگار خود پناه میبرم از شر شب چون درآید و از شر جادوگرانی که در کوه ها افسون میدمند. توی تاریکی شب اینا وقتی راه میرفتن به چشمشون، نمیدونم چند نفرتون تو بیابون توی مهتاب راه رفتین، چشم هله بله میره. عرب نفهم میگفتی اینا جنن، محمد هم قبول کرده اینا جنن. آخه جن یعنی چی؟ جنی که این همه سال همه جای دنیا مثل طبقه هفتم آسمون که این همه رفتن بالا نه طبقه هفتمی بود. اگر یه چیز کسی اینجا توی این مملکت اگر یه نفر یه خلافی بکنه فردا صبح باید استعفا بده. 2000 تا اشتباه توی این قرآن پیدا میکنی؟ یه حرفی که آخونده میزنه همشو میمالونه تو باورش میکنی. آخه مگه میشه یه خدای اون بالا باشه همه این کارا رو بکنه و اشتباه هم بکنه و راجع به زمین چیزی ندونه، راجع به کهکشان چیزی ندونه؟ امروز که علم هست میبینه که قرآن، تورات، انجیل توش دروغهای زیادی هست. مگه میشه دریا نصف بشه آدم از تو دریا رد بشه؟ برید جغرافیای اون دریا رو بخونید ببینید عرض اون دریا چقدره. اونجا اون دریا عرض 1 کیلومتری نداره اصلا. اون دریا کمش 23 مایل عرضشه. این 23 مایل 3 میلیون نفر چجوری اومدن از تو این رفتن از اون ور اومدن بالا؟ وقتی عقلت نرسه میگی قدرت خدا. باز من کاری به دین یهودیت ندارم، من کاری به این دارم که اگه دین یهودیت نبود دین اسلام هم نبود. دین اسلام عربی یهودیت، این سنگسار مال یهودیت اومده توی اسلام، اون ختنه مال یهودیتی اومده توی اسلام. نه موسی ختنه کرده بود نه محمد. ولی کسی جرأت این سوالات نداره. یعنی خدا هیچی عقلش نرسیده یه تک پوست اضافه گذاشته که بعد ببرنش که مسلمون بشن یا یهودی بشن. اگه نه، نه مسلمونن نه یهودی. فکر کردن سخته و این 2 دقیقه که در پایان برنامه هست، بانوی تلفن کرده بودن راجع به اینکه آقا از گوگوش اینقدر تعریف نکن. من تا اونجا که یادم میاد از گوگوش تعریفی نکردم. این بانو میگفتن که گوگوش گفته من مال بادکوبه هستم، باکو هستم، من ایرانی نیستم، من اینجوریم، من رفتم حج عمره، من چیکار کردم، اینا به من مربوط نیست. از گوگوشم تعریف نکردم. گفتم اگر شماها کتاب نمی خرید من بلیط گوگوش بیارم بهتون بفروشم. بیایید یه روز سعی کنید بفهمید من چی میگم. گوش بدید به حرف من بعد اعتراض کنید. هرچی من میگم برداشت خودتون رو به من تحلیل ندید. برداشت شما مال شماست، بسیارم محترمه، بر خودتون نگه دارید. ولی به من نگید حرفی رو که نزدم تحمیلم کنید. یه فکس برای یه ایمیل براتون میخونم که وارد اون مسائل نشم. در هر برنامه‌ات به بینندگان برنامه‌ات بگو در ایران هر کس و با هر مرام و هر عقیده یک قرآن با ترجمه روان و ساده فارسی بخرد بدون تفسیر و تنویل و شرح و بسط، فقط ترجمه روان و ساده
مردم ایران در خانه چندین جلد قرآن عربی دارند، شاید با زیرنویس هم باشد. سردر هر خانه هم چند تا و انیکاد آویزان است، اما ترجمه فارسی ندارند. وقتی هم میپرسی میگویند داریم و میخوانیم، ولی همان عربی با زیرنویس است، مثل فیلم انگلیسی با زیرنویس فارسی، که آدم نه از فیلم چیزی میفهمد نه از زیرنویسش. پس بگو هر ایرانی یک ترجمه روان فارسی بخرد، نخواند هم مهم نیست، بخرد و داشته باشد، شاید هم فرصت کرد و خواند. برنامه‌ات پر بیننده، خودت سلامت و پر صلابت و پر حوصله. سعی میکنم پر حوصله رو باشم، صلابتش رو نمیدونم دیگه، دوران صلابت ما گذشته. ولی وقتی آدم صلابت داره حوصله نداره، وقتی حوصله داره صلابت داره. دنیای غریبی است، دنیای غریبی است برادر. نیما گفت به کجای این شب تیره بیاویزم این قبای ژنده را. از همه شماها خواهش کردم این یک دقیقه آخر برنامه رو به خودم اختصاص میدم، از همتون خواهش کردم که اگر ممکنه یا کتاب بخرید یا در هر اندازه‌ای که میتونید به برنامه کمک کنید. به من نمیخواد کمک کنید، من احتیاج به کمک ندارم. من زندگیم تأمین، بارها و بارها و بارها گفتم. هیچ کدوم از شماها اگر حال و روز من رو داشتید نمیمدید همه زندگیتون رو وقف این کار بکنید. من سر هیچ کسی منت ندارم، این کار رو به عنوان یه وظیفه برای نسل آینده میکنم. شما به من کمک کنید که این کار رو به پایان برسونم تا اونجایی که میتونم، و نذارید همه کار تحمیل من بشه، به خصوص شماهایی که از برنامه های کامپیوتر استفاده میکنید، یواش یواش دارید یه کمک هایی میکنید. ولی یه آقای از یکی از کشورهای اروپایی به نام آقای جیم جیم 2 تا 5 دلاری برای من فرستاده، دست درد نکنه آقا. میفرستن مثلا 20 یورو میذارن تو پاکت، میفرستن 20 دلاری میذارن، میفرستن. همه اینا جمع میشه آخر برج، اون بدهی داده میشه. هر جوری میتونید این برنامه رو سرپا نگه دارید، چون این برنامه برنامه پراکندن خرد در سطح پارسی زبانان دنیاست. به جز ایرانیان دوستان دیگری داریم در کشورهای همسایه پارسی زبانن و صدای منو میشنون و اظهار محبت به من میکنن. از همشون سپاسگزارم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.